سلام به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. مرسی که ویدیوی ما رو برای دیدن انتخاب کردید و ممنونم از حسن سلیقتون. خب فکر کنم شما برنامه آکادمی موسیقی گوش یادتون باشه، همون برنامه که یک زمان روی بورس بود و موقعی که پخش میشد تمام خیابونا خالی میشد. و اما الان میخوایم بعد از حدود شاید 10 سال و شاید هم بیشتر از 10 سال میخوایم سری بزنیم به شرکت کننده هاش که الان ببینیم چی کار میکنن، کجان، آیا ازدواج کردن، آیا بچه دار شدن. و میخوایم بریم سر بزنیم به 3 تا شرکت کننده خیلی معروفه برای آکادمی موسیقی گوش بکنم. سری دوم اگه اشتباه نکنم، سری سوم که ارمیا داخلش بود. بریم ببینیم چی کار میکنن و کجان. پس بریم با همین ویدیو زیبا رو ببینیم که هر کدومش توضیح دادن که الان چی کار میکنن، ازدواج کردن نکردن. بریم ما ببینیم و برگردیم. شدی بله. شما همین تو بله. شما هم ازدواج کردی بله. شما خب دو سال گذشته خط مقدم بودی. یکی یکی برامون تعریف کنید. خب من که بچه دار فعلا نشدم، 2 سال پیش 2 سال نیم پیش بودم ازدواج کردیم. مبارکه، سلامت باشین. قربونتون برم بچه. آره به امید خدا 3-4 سال دیگه اگه خدا بخواد حتما، چرا که نه. خیلی شما میگم منم که ازدواج کردم و دارای یک دختر خوشگل ناز، سن الان 2 سال و 3 ماه هستن ایشون، الیسا خانم. ای جان دلم هم خیلی براش تنگ شد. الیسا خانم هم داریم. الیسا یا به به الیسا خانم. آخه لوری باش حرف بزنی وقتی یاری صد در صد میدونم حساسه این. بله بچه با اصالتیه. آره واقعا خیلی خوبه، آدم باید با اصالت باشه. شما بگین حاجی جان. منم بله همینطور که گفتین ازدواج کردم، سال الان 5 سالی هست. 5 سال ازدواج. بله یه دختر 4 سال و نیم دارم. آی عزیز. همینطور که می‌بینین. بله. همه دیگه خانواده و دیگه وارد زندگی خانوادگی شدن. خیلی خوبه. خیلی خوشحال هستم. من این پس. نه حق داره دلسا. مشغول درس. آره دقیقاً توی 2 سال گذشته که کرونا بود و پندمیک بود و بیمارستان‌های اینجا به شدت شلوغ بود، یکی از کسانی بوده که در خط مقدم این جبهه داشته میجنگیده با واقعا دست بزنم واقعا خسته نباشی. بگو برام بگو. من الان توی جراحی فک و صورت کار میکنم، بخصوص توی بیماریهای دهن و سرطان دهن و جراحی اینا انجام میدیم. ولی توی کرونا ما رو هم توی ITU فرستادن، همونطور که گفتیم واقعا مثل جنگ جهانی 3 بود. خط مقدم بودی واقعا. ولی خیلی خوشبختم که همچین موقعیت داشتم که بتونم کمک کنم. خدا رو شکر. افتخار ما. صبح داشتیم با هم صحبت میکردیم چون من فکر کردم خب دندانپزشکی خونده بود همون کار در ادامه میده، ولی گفت جراحی و نمیدونم برای سرطان و گفتم چقدر کار سختی رو انتخاب کردی. آخه درسا یه جا نمیشینه. درسا تو موزیک هم همینجوره. ویولون میزنه ماشاءالله، پیانو میزنه، گیتار میزنه. آره. کار کار پرچالش، پر استرس، غم شاید زیاد توش باشه، ولی این کار انتخاب کردی. گریه همونو میکنیم دیگه با گیتار. مریضا هم شاد میکنه. درسا ما خیلی خوشحالیم از اینکه شما تو این 10 سال این هم اتفاق خوب براتون افتاده، پر از خاطرات خوب بوده و اینکه دوستیتون رو همچنان تونستید حفظ کنید. من ممنونم از شما که اصلا باعث شدید که ما این دوستی را این دوستان رو پیدا کنیم. از همون 10 سال پیش. آره از آکادمی شروع شد. حالا صحبت از خاطرات شد، دوستان بدونم که هر کدومتون خاطره ای دارید از اون موقع که کسی هم ندونه. الان بخواییم برای اولین بار بگید. من نشوفی نمید. یعنی یه خاطره خوب باشه بگی با عدم. من هیچ وقت این خاطره بذار باشه بگیم اون بیادبه رو بگو. چی بوده؟ نه نه اصلا فکر نمی کرد صبونه رو بگیم. بله آقا صبونه رو ما خب دوشنبه تا جمعه بیشتر برنامه بود، کامیون غذا بود و هر روز صبح میرفتیم صبحونه میدادن، نهار میدادن. بعد شنبه روز تمرین بود و همون قصری که توش میرفتیم تمرین میکردیم و برنامه ضبط میشد، رفتیم هیچ کامیونو ندیده بود، ندیدیم کامیونو. بعد دیر از خوابم بلند شده بودیم تو هتل، صبحونه رو میس کرده بودیم، گفتیم بریم اونجا کامیونه هستش دیگه. آقا رفتیم دیدیم کامیونه نیست. 1 ساعت 2 ساعت همه زفت کردیم، معدا کوچیکه هم تو قهس. آره بعد این بنده خدا رفت توی آشپزخونه یه تیکه نون پیدا کرد، گفت بچه‌ها بیا نون.
آقا یه دفعه بغضمون گرفت. آخه. یه ما آریا داشتیم اونجا، دشتی شروع کرد خوندن. هم با هم بگیم صبونه. یعنی ما داشتیم. سینه زنی سیچویشن. چراغا رو خاموش کردیم. بدم هستش که دیگه بچه های برنامه اومدن زب بکنن گفتن اینجا چه اتفاقی افتاده. یه صبحونه یه ساعت صبحونه دیر شد. ببین چه یک ساعت نبود خوردن. شب خوردیم. شب غذا. دیگه چند ساعت میگیم روزه بودیم. این شبی بود. یه چیزی میخوای بگی؟ آره بگو. یه خاطره جالب حالا من نمیدونم میشه گفت نگفت. حالا من میگم. هیچ وقت یادم نمیره. ما اومده بودیم خب بچه‌ها یه چیزی 14 نفر بودیم دیگه توی خارج از کشور همه چندین سال دور از وطن بعد جمع شدیم دور هم و از همون اول هم با هم اونس گرفتیم واقعا بچه‌ها و این بود که ما شب اول توی هتل یه جورایی تا ساعت 2-3 صبح داشتیم سر صدا می‌کردیم و تق 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 در زده شد و بعد بله وارد شدن آقا رها بود و ما را اونجا تلفن گرفتن گفتن آروم باش آقای عباسی هم بودن شما را حقیقت پوشید گفتیم خلاص یکم گفتم خب چرا صدا بود بعد گفتم آقای عباسی میدونم شما حق دارید ولی خب به ما هم حق بدید واقعا بعد از چندین سال 14 تا جوان ایرانی خب بالاخره جوگیر شدیم اونم تو همین اونم تو همین برنامه بله 100% واقعا کل آکادمی برامون خاطره بود واقعا زودم با هم اونس گرفتیم خدا رو شکر و ممنونم بازم از شما امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و خیلی بازم متشکرم هزاران بار تشکر که افتخار میدید و روی ویدیوی ما کلیک میکنید و نگاه میکنید نگاه زیباتون تقدیم به ما میکنید و چی واقعا بهتر از این و لذت بخشتر از این مرسی از همه کامنت های پرمهرتون همه رو با عشق میخونید با عشق جواب میدین و منت به سر ما میذارین که لطف میکنین برای ما کامنت میذارین این چنل ولاگ ماست داخل دیسکریپشن براتون میذارم خوشحال میشم اگه دوست داشتین اونجا ما رو دنبال بکنید و خب توی کامنت ها به من بگین که چه خاطره ای با برنامه با این شو تلویزیونی داشتی من یادمه که اون موقع که این برنامه رو نگاه میکردیم آکادمی گوش موقع مامان بزرگم زنده بود و ما یادمه که مثلا دور هم جمع میشدیم و مثلا آجیل میخوردیم و از این چی میگن از این پسته پوستیا چقدر از اینو میخوردیم با این برنامه خلاصه که امیدوارم که ویدیو لذت برده باشین تا ویدیو بعدی میبینمتون فعلا خدا نگهدار ز ترانمو شکستم میخوام بگم عاشقت هستم تو این ناباوری یک شب خالی گذاشتی هر دو دستم تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من تو بودی تمام هستی